درود و سلام. بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده است نور هستید. روسیه در صدد تقابل یا تعامل. سه کشور روسیه، چین و پاکستان در نشست سه جانبه مسکو توافق کردند که نامهای بعضی از چهره های گروه طالبان را از لیست سیاه سازمان ملل خارج می سازند. این در حالی است که حدود یک ماه پیش رئیس جمهور اشرف غنی به سازمان ملل پیشنهاد داده بود که نام رهبر جدید طالبان را به لیست تحریم های این سازمان بیفزاید. در پیوند به این نشست، زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در افغانستان گفته است که این سه کشور هیچ برنامه‌ای ندارند تا در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان میانجیگری کنند. او در مصاحبهش به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که هدف از نشست مسکو گسترش همکاری‌های منطقه‌ای جهت بهبود وضعیت افغانستان است. کابولوف افزوده که در وضعیت جنگی فعلی گفتگوها در چند بود بی‌نتیجه مانده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود که در این نشست سه کشور برای تقویت گفتگوهای صلح بین کابل و جنبش طالبان روی یک راهیافت انعطاف پذیر برای حذف نام برخی شخصیت‌های طالبان از لیست تحریم‌های سازمان ملل به توافق رسیدند. گفتگو روی این موضوع با پایان عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر روابط بین الملل، محمد حسن جعفری، رئیس حزب رفاه ملی افغانستان و نصرالله علم فعال مدنی که تا دقایق بعد تشریف میارن. سپاسگزارم از حضورتان. آقای سالنگی، ارزیابیتان از این نشست چیست؟ گفته شده که حل موزل افغانستان ایجاب تلاش های منطقه‌ای را داره. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام خدمت شما مهمان عزیز و بینندگان محترم تلویزیون. خب ای که روس ها چرا یک بارگی آمدن یک حرکت انفجاری انجام دادن در مورد منازعه افغانستان و بحران افغانستان و بعدم دیده شد، یعنی بعد از نشست حالا که زمیر کابلوف در اظهاراتش گفته که هیچ برنامه ای ندارن که اینا بیاین دولت افغانستان با طالبان بالا یک میز مذاکره بشانن و به عنوان میانجی عمل بکنن تا به یک صلح در افغانستان برسه، اینا همگی برمیگرده به مسائل خارج از خود بحث افغانستان، یعنی اونچه که در افغانستان میگذره، اونچه که فعالیت یک طالبان در افغانستان داره، انفجار میتونه، انتحار در انجام میده یا ولایت افغانستان تسخیر میکنن، بدون از این مسائل در نظر گرفته شده. یعنی بس کلانتر از این قضیه است که به اصطلاح ما بیم ایران فقط در سطح تحلیل. اما بلافاصله پس از این نشست سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که به هدف تسهیل روند سال شماری از سران طالبان را توافق شده که از لیست سیاه سازمان ملل نامشان حذف شود. بعضی هم سرمی مسئله است که خب اینا چرا اول آمدن اقدام از او طرف انجام دادن بدون از اینکه بیان با دولت افغانستان بشینن، نظر دولت افغانستان در این زمینه جویا شوند که حداقل تعریف افغانستان از طالب چی است؟ آیا طالب تروریست است؟ طالب یک گروه سیاسی است؟ طالب یک گروه یا عامل خارجی است که در افغانستان فعالیت میکنه برای براندازی حکومت افغانستان؟ آمدن از اون طرف تقاضا کردن که باید بخش یا تعدادی از رهبران طالبان از لیست سیاه سازمان ملل خارج شود، که به معنی عزیز که تعریفی که روسیه یا تعریفی که نشست در کل حالا با اشتراک روسیه و چین و پاکستان از طالبان دارن، طالبان به عنوان گروه تروریستی نیستن. این پیام اصلی و به اصطلاح بنمایه از این نشست است که خب اینا طالبان به حیث گروه تروریستی دیگه نمیشناسن. خب یک تعریف واقع بینانه است فکر میکنین آقای سالنگی؟ ببینید اگر این که واقع بینانه است یا واقع بینانه نیست، این تقریبا کار آسانی هم نیست که ما بیایم قضاوت بکنیم که خب بالاخره تا چقدر اینا جانب حق با خود دارن که آمدن چنین تعریفی از طالبان انجام دادن. اما آنچه که در نیات روسیه و چین و حالا پاکستان و شاید که بزرگتر شود کشورهای منطقه‌ای که در پیرامون افغانستان هستند و اینا از بحران افغانستان آسیب بیشتر می‌بینند، اینا چی برداشت از این مسئله دارن؟ بعقیده ما بعد از سال 2014 که کم کم دیگر نقش جنگی ایالات متحده کاهش پیدا کرد، اما از اون طرف بحران در خاورمیانه اوج گرفت. تقریبا یک رابطه همسو بین بحرانی که در خاورمیانه وجود داره، یعنی تقابل روسیه و غرب و ایالات متحده با این نشستی که فعلا انجام شده، تقریبا یک وجود داره این رابطه همسو، به این معنا که در تعاملات کلان کشور روسیه با حمایت ضمنی چین و مستقیم ایران
بنابراین برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی علیه نظام یا علیه ثبات هژمونیک که ایالات متحده از لحاظ سیاسی میخواد بر دنیا تعمیل بکنه علیه هزی قد علم کرده و در واقع میخواد یک ائتلاف کلانی را شکل بده که این هژمونی ایالات متحده را اینا بشکنن، یا تکدوی یا یک جانبگری ایالات متحده را، یا آنچه را که گفته میشه که ایالات متحده به عنوان ناظم جهان است ایره دیگه اینا قبول ندارن و بشکنن، بنابراین یک فضای چند قطبی چند جانبه را تشکیل بدن. ایالات متحده در تمام روندهایی که بعد از سال 2001 اتفاق افتاده یک جانبه عمل کرده و روسیه و چین اینا همگی از این شاکی بودند، به صورت بسیار زمینی و اشارهی همواره نگرانی خود از این مسئله اینا ابراز میکردن. اما آنچه که در داخل افغانستان اتفاق میفته ایست که دیگه اینا تقریبا میشه گفت با تعبیری که کارت به استخوانشان رسیده، یعنی ایالات متحده در پی از این باشه که گروه های فرامرزی تروریستی را که اینا از دیگه جایا باید بیان در افغانستان استقرار پیدا بکنن، حمایت شون، تجهیز شون و باز دوباره از خاک افغانستان اینا اهداف را در بیرون از افغانستان تقریبا دنبال بکنن. ما نمیخوایم بگوییم که یک نوع به اصطلاح جنگ سرد که در دوران جنگ سرد در دوران نظام دو قطبی شوروی آمریکا بود فعلا اتفاق افتاده و او چیز هست، اکثرا اشتباها چنین تحلیل میشه که خب روسیه کشوری است که دیگه علی ایالات متحده میایسته. تفاوتی که با او وجود داره است که در دوران جنگ سرد هر بحرانی در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد باید دو تا ابرقدرت به عنوان مدیران بحران یا اینکه این بحران را کاهش بدن یا اینکه افزایش بدن در کنار همدیگه عمل میکردن. اما حال فعلا بحثا موردی شده، یعنی اگر روسیه با حمایت چند تا کشور میای از ایالات متحده انتقاد میکنه و علیه نظام هژمونی ایالات متحده در اونجا میسته، بحثای موردی از معطوف به منافع خرد و ریزی است که روسیه و این کشورها دارند. بس افغانستان در همین قالب میگنجه، افغانستان تقریبا در بیخ گوش روسیه و چین و ایران قرار داره و اگر قرار باشه که گروه های فرامرزی مجلول الهویه مانند داعش ای که دای در خاورمیانه شه که از بخارا بیا در اینجا پایگاه جور بکنه، این هم بس منطقی نمیتونه باشه. اما ای که بالاخره پرورده شوه یک نیروی سومی بدون طالبان در افغانستان که این نیروی سومی اهداف دیگری داشته باشه بجز از افغانستان، ترسی کشورها از این مسئله است. اما ای که چرا آمدن با طالبان در کنار خود گرفتن و حالا درخواست دادن که بعد از لیست سیاه تیرال از اینا خارج شوه، تقریبا با می مسئله خیلی ارتباط داره. طالبان نیروی خیر اصلا... اینمی نشست برای افغانستان چی میتونه باشه آقای سلنگی؟ ببینید خیر افغانستان اگر بخوایم در اینجا در نظر بگیریم، یعنی در وهله اول اگر بخوایم آنچه که از این نشست و امکان داره از یک روند کلانی که در آینده شکل بگیره که آغازش نشست دو سه روز گذشته و اونا هم میره گفتن ببینید اگر قرار باشه برای شکل گیری همکاری منطقه برای بس. افغانستان اگر قرار باشه دو بس تقابل ما را بیاین تحلیل بکنیم یعنی در سطح مثلا شبه سیستمی که فعلا شکل گرفته، خب برای افغانستان زیان است دیگه. افغانستان به عنوان یک مکان یک زمینه که اینا دو بازی میکنن شناخته میشوه و رویارویی و یا به اصطلاح تقابل ابرقدرت ها یا قدرت های بزرگ در افغانستان به هیچ وجه به نفع و به آینده به فایده افغانستان نمیتونه باشه، بلکه به ضرر افغانستان است، چون این به اصطلاح رویارویی قدرت ها چیزی که در گذشته وجود داره در مورد افغانستان همسو نیست. اینا نمیان که کمک کنن برای ثبات و برای به اصطلاح امنیت در افغانستان، بلکه اینا هر کدومشون میخوان از افغانستان استفاده بکنن علیه دیگری، مثلا روسیه علیه ایالات متحده افغانستان استفاده کنه و ایالات متحده علیه روسیه از افغانستان استفاده کنه. خب طبیعی است که قصه مو جنگ دو قچو میشه دیگه، ما تقریبا افغانستان حیثیت میشه با خود میگیره. اما اگر قرار بشه که افغانستان خود دولت افغانستان یا نیروهای داخلی در افغانستان اوضاعی که فعلا شکل گرفته و اوضاع خیلی حساس شده اینو به خوبی درک بکنه و نه به حالت احساساتی آنچه را که وزارت خارجه آمد نکوهش کرد نشسته عمل بکنه که بنابی میشه افغانستان سخنگوی یک قدرت دیگری، یعنی ایالات متحده خودش نمیه از چینی نشست به اصطلاح ابراز نگرانی بکنه و بگه که این نشست غیر قانونی و به اصطلاح غیر عادلانه و غیر اصلا خوب نیست برای افغانستان، بلکه از زمان افغانستان چین چیزی برای کشورها گفته میشه، خب حساسیت از اونا رو بیشتر میسازه. افغانستان کاری ظاهرا به خاطر این بوده که از افغانستان نماینده دعوت نشده. ببینید قرار هم نبود که از افغانستان نماینده دعوت شود، چون بس دیگری است. خب نگاه... بسیاری تحلیلگرا میگن که توهین به افغانستان است و اشتباه بزرگ دیپلماتیک به کشورها.
من نمی‌فهمم که اینا وقتی که میگن اشتباه دیپلماتیک چی چیزی اخلاقی یا حقوقی یا قانونی یا در نظر دارن که در قالب از او ایر اشتباه بخونن. اگر بیایم در نظام بین الملل بررسی بکنیم، هیچ اشتباهی وجود نداره در نظام بین الملل. هر کشوری که هر اقدامی را انجام میده در سطح نظام بین الملل با توجه به سیاست در رابطه با سیاست خارجی علیه کشورهای دیگه، برای خود کشور کاملا منطقی، معقول و بجا و حساب شده است و هیچ مشکلی هم نداره. ای که از افغانستان میان این شکایت انجام میشه، این موضوعی است که ما از مسئله داریم، نه که موضوعی که در کل به صورت آفاقی درست یا غلط باشه. شما گفتین بس تقابل اگر باشه و خوب، این به زیان افغانستان است. خب یعنی دو تا تعریف است، یا کم زیان افغانستان که بس تقابل بین کشورها مطرح باشه، یا هم که خیر افغانستان در صورتی که نیتی کشورها خوب باشه. خب میتونه آدم حکم بکنه که ممکن با مو قوتش بحث خیر افغانستان هم میتونه مطرح باشه و این کشورها صادق باشن در برخوردشان با طالبا و گروه تروریستی. ببین تدبیری که برای افغانستان باید اراده در زمینه ایست که خب هر چیزی که اتفاق میفته، هر کشوری که یک موضوع گیری میکنه حتما به ضرر یا به نفع کشور دومی هست در نظره بازی. اگر ما بیمیره بررسی بکنیم، افغانستان زمانی میتونه از این استفاده خوب بکنه یا به اصطلاح همسو بسازه در راستای منافع خودش یا امنیت و ثبات خودش، ایست که بیای ببینه که واقعا این نشست چی چیزی را چی پایمی را بر افغانستان داره. ای آیا شکایت یک جانبه از ایالات متحده است یا نه، افغانستان هم در کنار این شکایت دخیل است. بنابر افغانستان هم ملامت است در این که چرا این کشورها در افغانستان حضور مستقیم و پررنگ ندارند در معادلات افغانستان، و چرا اصلا اینا از افغانستان دعوت نکردند در این زمینه، چرا یا میان در کنار در بیخ گوش افغانستان کنفرانس نشست برگزار میکنند. اگر بس تقابل هم باشه، ما با سیاست فعال خارجیمون میتونیم او را به نفع تغییر بدیم. ای که چطور میتونیم به نفع خودمون تغییر بدیم، این خودش هم یک بخش پنهان قضیه همیست که ما توانایی ازیرا آیا داریم که بتونیم میره به نفع خود تغییر بدیم. اگر قرار باشه که افغانستان از با توجه به نیروهای درونی خودش یا با توجه قدرت ملی که افغانستان با توجه به منابع داخلی خود داره، خب طبیعتا افغانستان در مقام نیست که بتونه ایره به نفع خودش مدیریت بکنه یا به نفع خودش بگردونه. آنچه که افغانستان میتونه انجام بده ایست که حداقل در میان به اصطلاح دو تا سنگ بسیار کلانی که اینا روی هم قرار گرفته، کاری بکنه که کمتر آسیب بپذیره و حداقل این تقابل افغانستان اجازه نده که در این منطقه شکل بگیره در داخل خاک افغانستان. خیلی کوتاه میخوام پاسخ بگیرم. آقای کابلوف گفته که تلاش چند بودی نتیجه نداده و این نشست سرآغاز برای تلاش های منطقه ایست. ببینید بقیده من تعبیری که من دارم، تعبیری که من دارم از این مسئله ایست که چند بودی بودن به این معنی است که یعنی ایالات متحده که در منطقه حضور نداره، روندهایی را که روی دست گرفته اینا به شکست می‌بشه، چون اینا با او ساختار اصلی منطقه ای که ما زندگی میکنیم مطابقت نداره. بیرون بودن این کشورها از این روندهایی که قبلا وجود داشته، این به اصطلاح بنای میتونه این پیام برسانه که محکوم به شکست بودن. پس اگر قرار باشه که صلح در افغانستان بیایه، البته اگر قرار باشه که ایالات متحده از افغانستان علیه از این کشورها استفاده نکنه، آنچه که دیدگاه از اوناست، ما میتونیم یک اجماع منطقی را در موردی که جنگ افغانستان به اکثر انجام برسه، حداقل کم شوه و افغانستان به طرف ثبات بره، به این بیاندیشیم. تا این که اگر قرار باشه که ایالات متحده همچنان از افغانستان بیایه، در بیرون مدیریت انجام بده یا کارهای پنهانی انجام بده که سوی نیت از این کشورها را برجسته بسازه، خب طبیعی است عموم میشه که چیزی را تعبیری که ضمیر کابلوف داشته. سپاسگزارم آقای جعفری. خب نشست سه جانبه که حساسیت هم داشته، واکنش منفی دولت افغانستان در پی داشت، برای که نماینده از حکومت افغانستان دعوت نشد و گفت که اگر با نیت خیر هم باشند میتونه به بررسی واقع بینانه از اوضاع افغانستان بیانجامه. خب باوری است که ممکن تقابل بین آمریکا و روسیه باشه، باور آقای سالنگی که در این صورتش میتونه به زیان افغانستان باشه، و خوب است که ما سیاست فعال داشته باشیم و بتونیم این بازی ها را مدیریت بکنیم. باور شما چی هست؟ تلاش های اخیر روسیه، تماسش با طالبا و این نشست هم که برگزار شد، برای چی هست؟ چی را بیان میکنه در سیاست روسیه نسبت به کشور ما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما و تلویزیون محترم نور و سلام میدم به بینندگان محترم و همچنین دوستایی که در میز هستن. خدمت شما عرض بکنم که روس ها بعد از مدت مدیدی که در سیاست های افغانستان کنار گذاشته شده بود و در اواخر در افغانستان با توجه به یک نفس تازه‌ای که
کردن و در صحنه آمده، شرایط برایش پیش آمده و غرب بالاخره دخالت های متعدد در امور افغانستان داشته، اونا بری باور شده که دوباره بیان در مسائل افغانستان یک کارایی را انجام بده. خب چه مهمی پرسشی است که چی کارایی با ایا انجام داده میتونه؟ ببینید کارها نشه که به قیمت تقویت طالبا باشه و قربانی شدن مردم افغانستان. ببینید در هر جلسه ما به عنوان یک مسئول سیاسی حزب رفاه ملی افغانستان عرض میکنم که هر جلسه ای که در او مردم افغانستان نمایندگی نداشته باشه یا دولت افغانستان در او حضور نداشته باشه هیچ گونه ارزش و ارزش نداره برای ما. این جلسات از این جلسات زیاد برگزار شده، جلسات متعددی برگزار شده، منتهایی که اونا خودشان هم میان مطرح میکنن. ببینید پاکستان در خلال سالها همچنین صادقانه با مردم افغانستان، با دولت افغانستان برخورد نکرده و همه دنیا میره واقف است، مردم افغانستان هم متوجه هستند. روس ها هم یک مرده خوبی را نشوشته تانوزم که مردم افغانستان به او اعتماد داشته باشه که روس ها دوباره میتونن کار بکنن. اگر بحث مسائل منطقه ای است، خب کشورهای متعددی در این مسائل میتونه دخیل باشه. علاوه بر این اگر صلح و ثبات منطقه ای مد نظر باشه و این جلسه بازم ناقص است که تنها چین و پاکستان و روسیه باشه، خیلی کشورهای دیگه هم هست که من اقسم میخوام پاسخ بگیرم که تلاش های اخیر روسیه و نشست سه جانبه، هرچند چند نشست دیگه هم همین سه کشور برگزار کردن در ارتباط به قضای افغانستان، اینمی نشست به باور شما و ارزیابی شما به خیر افغانستان است یا هم که نه به زیان افغانستان؟ این نشست ها نمیتونه اونقدر مؤثر باشه. ببینید نه روسیه قیوم مردم افغانستان است نه پاکستان. به آقای سالنگی اگر بحث تقابل کشور مطرح باشه که به زیان افغانستان است، خب این تاثیر داره. این مسائل ها وقتی که یک بازدهی و راندمان نداشته باشه، خب اینا نتیجه ای نداره. نشستند و گفتند و برخواستند و رفتند، این نتیجه ای نداره، صرفا یک جنبه تبلیغاتی داره که میتونه چی باشه. خب اگر به باور آقای سالنگی بحث تقابل کشور مطرح باشه، من کار ندارم به بحث آقای سالنگی، بالاخره دیدگاه آقای سالنگی برای خودشون محترم. ما اینو میخوایم برای شما عرض بکنیم که روس ها پاکستانی ها قیوم مردم افغانستان نیستند و اینها نمیتونن که لیست طالبا را بعضی را از لیست حذف بکنن. اگر بخواید لیست هم حذف شود، دولت افغانستان است، ما قانون اساسی داریم، پارلمان داریم، دولت داریم و مردم افغانستان میتونه در قسمت تصمیم بگیره که آیا تروریست هایی که در افغانستان جنایت کردند، دستشون تا مرفق به خون مردم افغانستان آغشته است، آیا مردم افغانستان است که اسمشان از لیست حذف بکنن، دولت افغانستان است، یا بیاین روس ها یا پاکستانی ها. لذا روی از این جهت است خدمت شما عرض کنم، صحبت های برادرمون هم از هر جهت های اهمیت بود، ولی خب این مسائل جنگ های نیابتی، رقابت های نیابتی که در افغانستان صورت میگیره، اینجا افغانستان میدان بوسکشی که نیست که برادر جان تدم روس ها بیان یک دول بزنن و امریکایی ها بیان یک رقم سرنایی بزنن. مسائل افغانستان برمیگرده به دولت افغانستان، مردم افغانستان. بالاخره اگر ما بخوایم واقعا حرکت شبکی صلح منجر به صلح و ثبات در افغانستان بیه، باید دولت افغانستان، مردم افغانستان در او دخیل باشه. گرچه دولت ما یک مقدار سیاستش ناپخته هست، در این قسمت ضعیف عمل کرده و یک جلسه از او دوره ای که آقای کرزی بود، جلسه ای که در قطر برگزار شد یا دفتر طالبا در قطر شد، توریست ها را بها دادن، ارزش دادن، او وقت مخالفت کرد و بازم دوباره حالا من میشنوم که بعضی جلسات صورت میگیره در قطر، در امارات و این جلسه ها نه تنها به نفع مردم افغانستان نیست، بلکه اینها زیان آور است. این نشست ها غیر از دردسر ایجاد چالش، نگرانی برای مردم افغانستان، ما باید بیایم واقع بینانه فکر کنیم، بیایم شرایط زیان آور است. این نشست نتیجه نداره. این نشست ها فقط منفعتش برای هم کشورهای برگزار کننده است که در واقع اونها میخواین که این روانمود بکنن که ما در راستای منافع صلح افغانستان گام برمیداریم، دایه مهربان تر از مادر یعنی در واقع هستم. نه این نمیشه. خب سود آقا جعفری، سود نشست ها برای کشورها، او کشورها چه میتونه باشه؟ برای افغانستان کی زیان آور است؟ ببینید خب اونها در این قسمت میگن که ما این توانمندی را داریم که بیایم در افغانستان تشبث بکنیم، دخالت بکنیم و در واقع بیایم مشکل موزل افغانستان را به زعم خودشان، به دید خودشان که ما حل کنیم، در صورتی که این قضایا مربوط به مردم افغانستان است، کشور افغانستان
سر و صاحب داره از خود، مردمش هست، بله. دنیای آقای کابلوف گفته که ایجاب همکاری های منطقه‌ای میکنه اهل موزل افغانستان و ای که تلاش های چند بودی نتیجه نداده. این کشورهای همسایه افغانستان تنها روسها و پاکستان است، دیگر هم هست دیگه. شما ببینید ما با تاجیکستان هم مرزیم، با ازبکستان هم مرزیم، با ایران هم مرزیم، با از این بار با ترکمنستان هم مرزیم. اگه بحث مسائل منطقه‌ای باشه و همسایه ها باشه، خیلی کسای دیگه هم هست. خود تنها چین و روس ها نیستن، تنها پاکستان نیستن. بذار روی از این جهت هست در این قسمت اونا هم باید معقولانه فکر کنن، منطقی فکر کنن. از گذشته ها گفته شاعر که هر کسی ناموخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد از هیچ آموزگار. باید اینا بیاموزه. روس ها باید از اون تجاوز شیشی جدی سال 1358 خود باید بیاموزه که دیگه بی جهت در مسائل هایی که حداقل نمیتونه مشکل افغانستان حل شوه دست درازی نکنن. بیاین با دولت افغانستان، با مردم افغانستان، با احزاب افغانستان، با جریان های افغانستان، اینا مشکل افغانستان رو باید حل کنن، نماینده های مردم افغانستان حل کنن. ای افغانستان که میدان فوتبال فوتبال که نیستم یا میدان بسکتبال نیست، طالبان که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیستن. طالب ها جرثومه های فسادی هستند که افغانستان هم تباه کردن، خودشان هم انسان های مزدور و رذلی هستند که فقط تباهی مردم افغانستان را در پی داره. طالب ها، تروریست ها هیچ وقت به ملت افغانستان. خب خیلی خوب، اینمی مشکل چگونه حل شود وقتی طالب ها که مشکل افغانستان میشه خوانده میشه حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نیستن، برعکس تقاضای گفتگو با آمریکا را دارن و این سیاست صلح‌خواهی هم که 10 سال بیشتر کمتر میشه نتیجه نداده، راه حل افغانستان به باور شما ایجاب چی راه حل میکنه؟ تنها چیزی که هست مردم افغانستان متحد شون، همدل شون و دولت افغانستان به مردم افغانستان باور کنن، بیان دولت فراگیر درست بکنن. آقای اشرف غنی رئیس جمهور، آقای دکتر عبدالله، اینا به مشکلات شخصیشون داره میرسه، اصلا اینا توجهی به مردم افغانستان نداره. اینا واقعا دارن مسائل بسیار محدود کردن، کوچک کردن. مردم افغانستان 30 میلیون جمعیت است و بزرگوارا، شما بیاین یکقدر کوچک فکر نکنین، محدود فکر نکنین، بیاین شرایط افغانستان از این بازی های قومی، لسانی، زبانی، منطقه‌ای بیرون بکشین. بیاین واقعا شما اگر با ممثل اراده مردم افغانستان هستین، من از این فرصت استفاده میکنم به مسئولین دولت تذکر میتونم، شما چرا پشت این قانون اساسی را که وقتی دست بر روی قانون میذارین، روی به قرآن میذارین، چرا انجام نمیتونین؟ چرا واقعا اراده مردم افغانستان را تمثیل نمیکنین؟ چرا این وضعیت پیش بیاید؟ این دولت، این وضعیت روز به روز نه تنها آرامی نیست، صلح و ثبات نیست، که روز به روز تاوانش مردم افغانستان پرداخت میکنن. اینا باید رقابت های شخصیشان کنار بگذارن به خاطر مصلحت مردم، بیاین واقعا اعتماد به مردم بکنن، دولت فراگیر بکنن، اینا با فساد مبارزه بکنن تا بکه این وضعیت دوام پیدا کنه که مردم ما تاوانش هر روز مردم پرداخت میکنه، با رفتن به اروپا، با غرق شدن به دریاها، با کشتن و انفجار و انتحاری که طالبان و تروریست‌ها به وجود میارن. سپاسگزارم آقای علم، خیلی جات خوش آمدین. خب دو روز پیش ما شاهد برگزاری نشستی سی جانبه کشورهای روسیه و چین و پاکستان بودیم که انتقاد افغانستان هم نپی داشت. ارزیابیتون از این نشست چه است؟ در این نشست توافق شده که برای تسهیل روند صلح افغانستان شماره از سران طالبا باید از لیست سیاه سازمان ملل حذف شوند. ارزیابی شما چی از این قسمت؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین. سلام عرض خدمت شما، مهمانای نهایت گرامی و تمام بیننده تلویزیون نور. قبلا هم ذکر کرده بودیم در صحبت هایی که پیش از این نشست ها باشه، اصلا صحبت از نشست ها باشه، بحث بر این بود که سیاست هایی که امروز امریکا در قبال روسیه و چین اتخاذ کرده و مخصوصا که خود آقای ترامپ مثلا با رئیس جمهور تایوان صحبت کرده و سیاست چین واحد را زیر سوال برده، این یک واکنش چین را می طلبید و سیاست هایی که دولت امریکا در قبال روسیه داره و اروپا در مقابل روسیه داره و اقتصاد روسیه را تحت فشار قرار داده، این هم یک واکنش روسیه را می طلبید. بهترین جایی که فعلا کشورهای مثل روسیه و چین می توانند که در مقابل امریکا خود نشان بدن و سیاست های امریکا را در خارج از مرزهای امریکا زیر سوال ببرن فعلا افغانستان است. نشان داده شد که در سوریه سیاست های امریکا را روس ها
و ایرانی ها و ترک ها و کسانی که در اونجا زی دخل و زی نفوذ بودن با حرکت های نظامی زیر سوال بردن و امریکا را ایزوله کردن. حالا نوبت رسیده به افغانستان و سعی میکنن که همون سیاست را در قبال افغانستان پیاده بکنن. متاسفانه اتحاد سیاست تقابل، سیاست تقابلی که وجود داشته، متاسفانه چینی ها از نفوذی که بر روی پاکستانی ها داشتن و بسیار یک نفوذ گسترده هم هست از او استفاده کردن و سعی کردن که خود پاکستانی ها با روس ها هم نزدیک شود. شما ببینید در تاریخ معاصر میبینید که برای اولین بار در سال گذشته ما مانور نظامی داشتیم که روس ها در پاکستان، مثلا عساکر پاکستانی در عساکر روسی در پاکستان حضور داشتن، یعنی نزدیکی بیش از اندازه‌ای که روس ها با پاکستانی ها داشتن. یعنی حال ای چند از چند معضل برمیخیزه. یکی که سیاست خود امریکاست و تقابل اونها با روسیه و چین هست که پاکستان اینجا به عنوان کاتالیزور از او استفاده میشه و یک جالبی است که پاکستان که متحد دیرین و سنتی امریکا است میره در کنار کشورهایی که تقابل دارن با روسیه. خب ای از چند جهت به اهمیت هست. یکی که آمریکایی ها با هند بسیار نزدیک شدن. شما میبینین که در مسائل اتمی هست و فعال ساختن راکتورهای اتمی که در هند هست، امریکایی ها بسیار دانش این مسئله رو در به هندی ها میدن و سعی کردن به هندی ها نزدیک بشن. یک موضوع هست. موضوع دیگی که اینجا وجود داره سیاست های غلطی هست که در افغانستان وجود داره. یعنی ما در سیاست داخلی خود و اختلافاتی که بین رهبرهای ما در سطح بالا وجود داره، ناامنی هایی که در شمال افغانستان ایجاد شد، اینها یک فرصت طلایی را داده به چینی ها، روس ها و پاکستانی ها که با همدیگه نزدیک بشن و از این عنصر استفاده بکنن به خاطر که در داخل افغانستان نفوذ بکنن. اگر خوب دقت بکنین آقای کابلوف قبلا هم، یعنی اول فکر کنم یک سال پیش بود که اشاره کرد که ما با طالب ها در تماس هستیم. وقتی که هلیکوپتر روس ها در لوگر سقوط کرد تونستن که خلبان یا پیلوت از اونجا نجات بدن از خود لوگر، یعنی ارتباط بسیار گسترده‌ای دارن که به سرعت توانستن این کار انجام بدن. و در ضمن سیاست هایی است که خود روس ها و ایرانی ها هم بسیار با هم نزدیک شدن. یعنی ما در نبرد هایی که در داخل فراه بود و حالا هم بسیار خود مجلس سنا به این مسئله اذعان داشت و والی فراه و جدیدن سخنگوی والی که حتی جنازه های طالب هایی که در اون منطقه بودن به ایران منتقل شدن. این مسئله که شما کنار هم بگذاره، ما به یک اتحاد منطقه‌ای علیه منافع افغانستان مواجه شدیم و این ناشی از سیاست غلط خارجی هست که ما فعلا در پیش گرفتیم و این اجازه را دادیم که همه این همسایه های ما علیه ما متحد بشن. اما این باورمند باشین که نفوذ روس ها، نفوذ ایرانی ها و کشورهایی که فعلا میخواین وارد مسائل داخلی افغانستان بشن با او اندازه نیست که بتانه که سیستم حکومتداری در افغانستان را متأثر بسازه. اما اگر اختلافاتی که بین رهبرای حکومت وحدت ملی وجود داره و خلای قدرتی که فعلا در حال شکل گیری هست در شمال افغانستان ای کامل شوه، این دفعه است که شما میبینید که ما با نزدیک شدن بیش از اندازه روسها با طالبها مواجه خواهیم بود و او وقت است که اوضاع و شرایط در شمال افغانستان خصوصا از کنترل ما خارج شد و همچنین در غرب افغانستان. خب شما میگین که تأثیر نداره روی سیستم حکومت داری در افغانستان کشورها اگر روی کرده تقابل هم داشته اگر باشه. نه بله. فعلا اینقدر نیست اید ارتباط روس ها، ارتباط چینایی ها در صورتی که بشه میگین اگر سیاست های غلط داخلی به همین منوال ادامه پیدا بکنه، شما شاهد سقوط خیلی از ولایت ها در شمال و غرب خواهید بود و نفوذ روسیه بر طالب ها گسترش پیدا خواهد. خب شما از اتحاد منطقه علیه منافع افغانستان حرف میزنین. بله. چیزی که آقای سالنگی اشاره کردن، خب فکر میکنین که چنین اتحادی کلان دیگه به ضرر افغانستان است؟ شما مطمئن ببینید اگر روس ها خواسته باشن، فکر کنین که مثلا روس ها خواسته باشن در افغانستان دخالت سازنده داشته باشن، این چه شکلی میتونه داشته باشه؟
فقط این است که اونها باید به اقتصاد افغانستان کمک بکنه. حجم اقتصاد روسیه را اگر ما یک چیزی در ذهن ما هست که بسیار یک اقتصاد کلان داره، ولی از نظر جی دی پی اگر بررسی کنه حجم اقتصاد روسیه برابر است با حجم اقتصاد ایتالیا. یعنی اینقدر نیست که اونا خواسته باشن در افغانستان به صورت سازنده اگر از نظر اقتصادی وارد بشن اینقدر این اقتصاد افغانستان تقویت بکنه. همین حال هم خود روسیه با تحریم هایی که بر او وضع شده اقتصادش در بسیار تحت فشار قرار داده. اقتصاد خود روسیه هم اقتصاد تک محصولی نفتی هست. یعنی خود روس ها اگر خواسته باشن از نظر اقتصادی به ما کمک بکنن قادر نیستن که این کار را انجام بدن. چینایی هم نشان دادن که در طول تاریخ افغانستان هیچ وقت اونها به اندازه‌ای کمک نکردن به افغانستان که بتونه یک گوشه بسیار کوچکی از اقتصاد افغانستان را به نفع مردم افغانستان به گردش در بیارن. یعنی این موضوع نبوده. نماینده ویژه روسیه آقای کوبلوف گفته که ایجاب همکاری های منطقه‌ای را میکنه حل مشکل افغانستانی که تلاش چند بودی نتیجه نداده. این به معنی است که با این تعریفی که شما دارین یه تظاهر است و در حقیقت اونمو رویکرد تقابل با آمریکا است و این به زیان افغانستان است. ما خیلی علاقمند هستیم که مثلا کشورهای همسایه در حل معضل افغانستان به ما کمک بکنن. حتی همین پاکستانی که ما میبینیم که هر روز ما در قبال او موضع‌گیری میکنیم، سیاستمدارای ما در قبال او موضع‌گیری میکنن، حتی تحلیلگرای ما در مقابل پاکستان موضع‌گیری میکنن، من حتی ایر هم به نفع افغانستان نمیبینم. یعنی که اگر ما خواسته باشیم هرچه سیاست تقابل را در مقابل پاکستان در پیش بگیریم و اونها را تحت فشار قرار بدیم و این هم برای ما تا حال نتیجه ای نداده و از این پس هم نتیجه. اما تعریف بسیاری است که پاکستان هیچ گاه صادق نیست با افغانستان و همیشه هم میخواهد که بگه افغانستان کنترل شده داشته باشه. هیچ وقت پاکستان در مقابل ما صادق نبوده، هیچ وقت روسیه در مقابل ما صادق نبوده، هیچ کدام از همسایه دیگه ما هم در قبال ما صادق نبودن. وقتی که شما میبینید رهبر قبلی ما ممکن نیت پاکستان و کشورها نداشته باشن، باور بسیاری است که پاکستان میخواهد یک افغانستان کنترل شده داشته باشه. به هر سیاستی را که پاکستان داشته باشه شما با کشوری که چند هزار کیلومتر با شما مرز مشترک داره، شما توان مقابله اقتصادی با او ندارین، شما توان مقابله نظامی رو با او ندارین و سعی کنه خود در مقابل او قرار بده و در ضمن سیاست خارجی شما به شکلی تنظیم شده باشه و سیاست داخلی شما به شکلی تنظیم شده باشه که پاکستان رو با چین وصل بکنه، پاکستان رو با روسیه وصل بکنه، پاکستان رو با دشمن پاکستان روسیه بود. شما ببین پاکستانی ها سالها به مجاهدین کمک کردن که با روس ها مبارزه بکنن، اما سیاست خارجی امروز ما طور شده که پاکستانی ها با روس ها بسیار نزدیک شده. این معضل ما هست، این مشکل ما هست. سیاست خارجی با یک حرکت واکنشی، با یک صحبت بسیار احساسی حل نمیشه. ما در بارها گفته شده همونطور که ما در قسمت داخلی به یک سیستم و یک پالیسی دراز مدت نداریم به خاطر اداره افغانستان، در قسمت سیاست خارجی هم ما او پالیسی را که لازمه حکومت داری ما هست، لازمه ای هست که ما بتونیم کمک های بیشتر جلب کنیم، ما لازمه ای هست که ما دشمن نتراشیم. این است. فقط این نکته آخر هم اشاره بکنم که ما چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی خود به جای ای که دوست ها را به دشمنان را به دوست تبدیل بکنه، ما هم دوستان خود را هم به دشمن تبدیل کرده. سپاسگزارم آقای سالنگی. یک اتحاد منطقه‌ای به اشتراک کشورهای مثل روسیه، چین، پاکستان و ایران شکل میگیره که علیه منافع افغانستان است. خب این تعریف شما هم دارین. با توافقی که شده در این نشست حذف نام سران شماره از سران طالبان از لیست سیاه میتونه راه حل باشه؟ خب البته ما که گفتم تقابل داره با منافع افغانستان، از او دیده اینه که بود که توضیح دادم و توضیح آقای علمان به اون مسئله پرداختن که اگر قرار باشه که ایالات متحده در افغانستان حرکات مشکوک انجام بده، خب این کشورها حساس میشن علیه ایالات متحده اقدام میکنن که در نتیجه به نفع ما نیست. خب طرف دیگه قضیه، طرف به اصطلاح چیزی را که کمتر به او پرداخته شده و ما میخوایم به او بپردازیم ایست که حالا این تقابل وجود داره، این رویارویی وجود داره، مصداقش هم وجود داره. آقای علمان گفتن، ما هم گفتم، خیلی کسای دیگه هم این مسئله را میگن که خب چین با ایالات متحده، روسیه با ایالات متحده، اینا در ساختار نظام بین الملل همسو نیستن، موافق نیستن در نوع مدیریت نظام بین الملل، اینا با هم دیگه مشکل دارن. خب بنا دای بین پاکستان اما چطور متحد سنتی آمریکا میره در کنار کشور؟ ببینید ما مشکلی که در افغانستان وجود داره، البته
هیچ گاهی به صورت علمی و قضاای بیرونی در داخل افغانستان کج نمیشه، در بیرون هم ما نمیتونیم که به صورت علمی پردازیم رفتار کشورها را، الگوهای رفتاری کشورها را کشف کنیم، درک بکنیم و با توجه به او ما سیاست خود را عیار بکنیم. ببینید پاکستان در طول تاریخی که وجود داره ثابت ساخته که آنچه را که انجام میده در راستای منافعی است که برای پاکستان اهمیت داشته باشه، برای حیات چیزی به نام پاکستان فایده داشته باشه، پاکستان همون را انجام میده. پاکستان هیچ گاه ایدئولوژیک نیندیشیده، در حالی که پاکستان یک کشوری است که بر اساس ایدئولوژی اسلامی شکل گرفته. ببینید این الگویی است که در پاکستان وجود داره که کمتر ما به اون میپردازیم. ما موافق با صحبت های آقای علم بگوییم که کاری که ما انجام میدیم به نوع دشمنان زمینه دوستیشان را فراهم میکنیم، حالا دانسته است یا ندانسته است دیگه او جای بحث داره. کاری که پاکستان انجام میده در اواخر چی هست که این برای ما خیلی زیان آور است. اگر این سیاست تقابل با پاکستان ما همچنان ادامه بدیم، پاکستان دیگه درک کرده که ایالات متحده نمیتونه با پاکستان مؤثریت آنچنانی داشته باشه، یا بازی های جهانی دیگه به اون شکلی نیست که پاکستان بتونه از وجود ایالات متحده نفع ببره. این ساختار دو قطبی در هم شکسته، دیگه قدرت نیست که پاکستان علیه از او استاد شده و کمک های ایالات متحده را جذب کنه که به اصطلاح به عنوان پیش قراول خود معرفی بکنه در اون مسئله. حالا بس کوچک شده، بس مباحث منطقه‌ای شده، دیگه سیستمی و ساختاری نیست. من عرض کردم خدمتتون که تقابل روسیه و آمریکا را ما در سطح سیستمی نباید بررسی بکنیم، در سطح منافع موردی در مناطق باید بررسی بکنیم. بنابر نگاه ما بر تحلیل ما یا سطح تحلیل ما مناطق یا مجموعه های امنیتی منطقه‌ای که هستن باشه. پاکستان حالا درک کرده که من میتونم از ناحیه چین و روسیه جای ایالات متحده برای خود پر بکنم، چیزی را که ما نمیتونیم. با آقای علم موافق هستم که ما این کشورها نمیتونن که جای ایالات متحده در افغانستان پر بکنن با توجه به نیاز مصرفی که ما در داخل داریم، و ایالات متحده با توجه به اقتصاد کلانش میتونه او را مرفوع بسازه و داشته باشه. نه چین نه ایران، یعنی تمامی کشورها اگر یک جا شن بازم نمیتونن یک سال بودجه افغانستان را تحمل بکنن پرداختش. اما از پاکستان به راحتی میتونن این کار انجام بدن. یعنی پاکستان دیگه مثل ما وری با سیروم نیازمند نیست که برای اینکه فقط زنده مانه، کافی است که پاکستان کمک شود در همکاری های منطقه یا تقابل منطقه‌ای که با بعضی کشورها در این منطقه داره. چینایا این وعده را برای پاکستانیا سپردن که اگر شما دیگر به اصطلاح عامیانه ما شما یوغ ایالات متحده را از گردنتون بیرون نازین، ما میتونیم شما را کمک بکنیم. یک مزداق یک نمونهش همین است که کریدوری که فعلا احداث میشه بین چین و پاکستان، 45 میلیارد دلار تنها چین برای پاکستان پول داده که شما این را انجام بتین، که میتونه برای آینده استراتژیک این دو تا کشور خیلی مفید باشه. بعض دیگه که میشه جیوپولیتیک به این مسئله نگاه کرد است که ما در یک حالتی هستیم که اگر قرار باشه پاکستان همکاری نکنه با ایالات متحده، ایالات متحده دیگه در افغانستان نمیتونه فعال باشه، افغانستان زنده نگه داره، چون دیگه راه کلش بسته است. ما نمیتونیم با ایالات متحده مستقیم از طریق دریای آزاد ارتباط داشته باشیم. مشکل با ایران داره، با شمال هم که مشکل پیدا کرده، چین هم که مشکلش معلوم داره است. فقط پاکستان بود که شریان حیاتی ایالات متحده را در افغانستان تامین میکرد. اگر قرار باشه که پاکستان از این طریق هم اعمال فشار کنه بر ایالات متحده و از این کشورها هم با توجه به این مسئله ژئوپلیتیکی نفع ببره، خب طبیعی است که پاکستان دست باستری می داشته باشه، دست بالاتری می داشته باشه و بر حیات پاکستان، بر بقای پاکستان یک چیز کاملا تقریبا پذیرفته شده و درستی است اونچه که پاکستان انجام میده. اما بیایم مثلا سر اجماع منطقه ایش کمی صحبت بکنیم که بالاخره آیا میتونه بر افغانستان مفید باشه، جدای از این که این نمیتونه مفید باشه. با عقیده ما اگر ما بیایم همچنان طالبان درست تروریست هستن، مردم افغانستان میکشن، ولایت افغانستان سقوط میتن، راه ها را مسدود میکنن، نفرا را از موتر پایین میکنن، کارهایی که انجام میتن که یک گروه چریکی باید انجام بده. شما اگر بیاین بررسی بکنین نبردهای چریکی را در گذشته، در خود افغانستان هم چنین چیزی میشد. موترهای دولتی در زمان جهاد توقف داده میشد، قطارها در داده میشد، نیروهای دولتی از موترها پیاده میشد در مناطق دیگه برده میشد و هزار یک بالای دولت مرکزی آورده میشد، چون ایجاب میکنه نوع فعالیت چریکی یک گروه که علیه یک دولتی که دشمن از در صد براندازی انجام بده. خب ما از این جهت است که ما طالبان تروریست و دشمن میخونیم. اما اگر بیاییم ببینیم که واقعا اگر قرار باشه که طالبان از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شود، چی نفعی برای ما داره؟ یا اگر
طالبا بپذیرند که ما یک گروه تروریستی دیگه نیستیم، یک گروه سیاسی هستیم. که تماس با طالبا به معنای به رسمیت شناختن این گروه و مشروعیت دادن میگم. عرض میکنم خدمتتون، در راست عرض میکنم، اگر قرار باشه که طالبا این حس پیدا بکنن که بعضی از کشورهای منطقه‌ای مستقیما ما را میان بالای میز دعوت میکنن و از ما میخوان که چی میخواهی و تعدادی از رهبرایشان هم از دست یا خارج میشه و دیگه به طالب به عنوان گروه تروریستی نگاه نمیشه، این چیزی است که برای ما نفع داره. اگر در کانتکست کلانتر ما به این مسئله رو همچنان دامن بزنیم، خب بزرر ما هست، ما نیروهای داخلی ما به اندازه ضعیف است که ما اصلا سیاست خارجی، ما با این مسئله کاملا مخالف هستیم که ما بگیم ما در سیاست خارجی خود ضعیف هستیم. اصلا سیاست خارجی رو چی میتونه قوی بسازه؟ سیاست خارجی به گفته هالیستی ادامه سیاست داخلی است. خب ما در داخل هیچ منبعی نداریم که ما را نیرومند بسازه، خب بنان سیاست خارجی نداریم ما. خب این که ضعیف است ما با این مخالف هستیم. طالبا اصلا کشورها به رسمیت شناخته شده نه، عرض میکنم فایدهش بر است که حداقل طالبا فشار نظامی خود بر دولت افغانستان یا بر منابع به اصطلاح غیر دولتی افغانستان کم میسازن. طالب دیگه در شهر نمیاد انتحار بکنه، طالب دیگه نمیاد یک ساختمان بگیره و هر کسی را که در کنار شما طالب مبارزش یک دست میشه. حداقل مبارزه طالب در بعد نظامی صرفا با او تعریفی که جنگ نظامی انجام شده انجام میشه و این میتونه به نفع افغانستان در این باشه که حداقل طالب در آینده بیایه بالای میز مذاکره با اونان یک گروه سیاسی بشینه و حق خود بخواه و ما هم اگر توانایی داشتیم و اگر اجازه داده شد برای ما این حق طالبان را برایشان بتیم. کاری که قبلا انجام شد، ببینید حکومت دکتر نجیب، ببینید ما یک مقایسه خدمتتون انجام بدم. حکومت دکتر نجیب در اواخر شالی که خوب کرد بد کرد چی بود ما کار ندارم با او، بارها از مجاهدین خواست که بیای با هم دیگه صلح بکنیم و ما حق شما را در حکومت میتم، اما هیچگاه دولت هیچگاه مجاهدین نپذیرفتن. کاری که فعلا طالبان انجام میتن، چرا؟ چون ما فکر میکنیم که طالبان باید نابود شوند. وقتی که در فکر نابودی طالب ما باشیم، خب طبیعی است که طالب هم در فکر نابودی ما میباشه، اما قرار باشه که یک روزنه برای طالب نشان داده شوه در با توجه به بحثی که در افغانستان وجود داره و این تقابل کلانی که وجود داره، و اگر ما همچنان از این عین نگاه کنیم این تقابل از دست ما مهارش کاملا خارج است، اصلا نیست در حیطه توانایی ما. اگر بیم از این نگاه بکنیم که بالاخره کشورهای منطقه‌ای توانایی را دارن که بالای طالبان فشار وارد بکنن که از حملات مهلک و کشنده جلوگیری بکنه در نوع برخوردش با دولت افغانستان، خب طبیعی است که جنگ کمتر در افغانستان، ثبات بیشتر در افغانستان میاره. اما امی گپ شما را بسیاری دیگه قسم دیگه میگن که تماس با طالبان در صورتی که روی کرد تقابل بین کشورها باشه به زیان افغانستان است و تقویت طالبان می انجامه و امنیت مختل میشه کشور. خب یک پارادوکس در اینجا وجود داره که خب اگر قرار باشه که طالبان مثلا نقش روسیه و چین و ایران سه تا به اصطلاح حریف ایالات متحده در افغانستان بیشتر شوه، خب ایالات متحده چین چی داره نمیپذیره. ببینید ما اگر ایالات متحده اومد ده ها پروسه را شکل داد برای صلح افغانستان، هیچ کس نگفت که ایالات متحده حق نداره که دخالت کنه در اوضاع داخلی افغانستان و ما اینجا دولت داریم، قانون داریم، چی داریم. اما اگر روسیه میاد چین کاری انجام میده، چین میاد چین کاری انجام میده، اینا دشمن هستن و اینا خلاف منافع ملی افغانستان و به افغانستان توهین شده. ما چرا چنین نگاهی داشته باشیم؟ یعنی یک نگاه برای یک کشور بیرونی یک نما باشه، برای یک کشور بیرونی یک نما دیگه باشه، صرفا با این نگاه که او کشور بیرونی برام خیلی کارات میشه. خب مثلا پاسخ بگیرم به عنوان پرسش آخر چون دقیقه آخر برنامه است، در صورتی که فضا بین کشورها خصمانه باشه و هر یک اینا در صدد ضربه زدن به دیگری باشه، روسیه در صدد ضربه زدن به آمریکا در افغانستان باشه، خب و تماس روسیه با طالبان خطرناک ارزیابی شود، البته هم قسمی که نگران است مردم به تقویت گروه به انجام و ناامنی ها ارزش پیدا بکنه، سیاست دولت افغانستان در این چگونه باشد؟ چگونه این بازی ها را بین کشورها مدیریت بکنه؟ من همونطوری که عرض کردم خدمتتون، دولت افغانستان توانایی از این نداره که مدیریت بکنه، چون ابزارش نداره، چون منابع ما چنین چیزی را ایجاب نمیکنه، برای ما این قدرت نمیته و ما به اصطلاح هرم فشار یا ابزار فشار هم بالای از این کشورها نداریم، نه بالای ایالات متحده داریم که بیایه در این مذاکره صادق باشه و این را سبوتاژ نکنه، و نه بالای روس میتونیم اعمال فشار بکنیم که کاری که ایالات متحده انجام میده او را نکنه. دولت افغانستان صرفا بیایه ببینه که این بازی هایی که انجام میشه چطور میتونه گریزگاه از این بازی ها داشته باشه. صرفا دولت افغانستان چی ای تو یک رویکرد باید به این مسئله داشته باشه، یعنی زمانی که روس میاد یک تیم شکل میده، دولت افغانستان چطور میتونه آسیب پذیری خود در این زمینه کمتر بسازه، یا به نوع او طرفی را بگیره یا او رویکردی را روی دست بگیره که کمتر بالای افغانستان فشار وارد بکنه، به نوع تقابل کمتر شود در این زمینه،
دولت افغانستان نیایه که به عنوان سخنگوی یک کشور بیایه ایره محکوم بکنه، بعض یک وقت دیگه بیایه به عنوان سخنگوی یک کشور دیگه یک چیز دیگه رو محکوم بکنه، یا بیایه ناخواسته علیه پاکستان یک سیاست اعمال بکنه، یا بیایه مثلا علیه یک کشور دیگه یک سیاست دیگه اعمال بکنه. بقیده ما مشکل در افغانستان است که این به اصطلاح روندان نتیجه نمیده، چون اینا افغانستان محور نیستن. ما توانایی نداریم که اینا به محور خود بچرخانیم. ما صرفا میتونیم که درجه آسیب پذیری خود از اینا کمتر بسازیم، و اگر قرار باشه برای آینده افغانستان، برای امنیت در ثبات در افغانستان مفید باشه، از او جنبهش بیشتر استفاده کنیم. سپاسگزارم آقا جعفری. کاری شوه که تقابل کم شوه و افغانستان کم زیان بکنه در بین سیاست های تقابل و رقابت هایی که بین کشورها وجود داره. و از یک زاویه هم به باور آقای سالنگی که تماس با طالبان سوی کشورها میتونه به نفع افغانستان باشه، در صورتی که یا به گونه ای که فشار نظامی را کم بکنه و طالبان حاضر به گفتگو شوند. من خدمت شما عرض کنم که ضمن احترام به دیدگاه برادرمون، باید اگر جامعه جهانی میخواهد صلح در افغانستان برقرار شود، ثبات بر افغانستان برقرار شود، اینا که شعار میتن تروریسم، باید تروریست ها را بایکوت بکنن، تروریست ها را باید قدر مطرح نسازن، به پیش میز مذاکره اینا را در قطر و کجا دعوت نکنن، اینا را به هر جا مطرح نسازن. لذا روی از این جهت است من بازم میگم که اگر بخوایم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، تنها راهش خروج نیروهای خارجی از افغانستان است و متکی به خود افغان ها هست که افغان ها بیان صمیمانه صادقانه با هم دیگر کار بکنن، دولت افغانستان هم از این خیمه شب بازی ها دست برداره و بیان واقعا به مردم افغانستان اعتماد کنه، باور داشته باشه و یک دولت فراگیر و یک دولتی که عنوانش الله است فقط روی دو نفر کار میشه، وحدت ملی. وحدت بین عبدالله و اشرف غنی که نیست که، بالاخره اگر دولت وحدت ملی است باید منافع تمام مردم افغانستان لحاظ شود، باید پشت سر قانون حرکت بکنه، قانون اساسی را پاس بداره، آهسته و پیوسته بالاخره بیان به سوی در جهت حرکت کنه که منافع مردم افغانستان تامین شود. ما داریم امروز فقط مردم افغانستان است تا آن پرداخت میکنه، باید دولت افغانستان توجه بکنن. اگر ما بخوایم از این هرج و مرج نجات پیدا کنیم، از این وضعیت ناهنجار نجات پیدا کنیم، این شرایط تغییر بکنه، تحول بیاید در افغانستان، مستلزم ایست که بیایم این نگریش به وجود بیاریم، نگریش جدید به وجود بیاریم. باید شما میگین که به تروریست‌ها نباید مشروعیت داده شود. در نشست سه جانبه‌ای که در مسکو دایر شده توافق شده که نام شما را سران گروه طالبان از لیست سیاه سازمان ملل حذف شد. من گفتم در صحبت قبلی خودم گفتم که ضرور نیست که برای دیگرها برای ما تصمیم بگیره، دیگرها قیوم ما باشه، قیوم مردم افغانستان باشه. دولت افغانستان دولت داره، قانون اساسی داره، پارلمان داره و مردم افغانستان زنده هستند. طالبان با دولت افغانستان وارد مذاکره نمیشن و رد میکنن. ببینید ما چی نیاز داریم به طالب ها؟ باید ما بارها گفتیم که طالب هایی که آقای کرزی بارها اعلام کرد که آقای کرزی بارها اعلام کرد که به عنوان برادران ما هستن و زندانی‌ها اینا را رها کردن، اینقدر زمینه برای اینا دادن، اینا وقتی که دنبال صلح نیستن، اینا را خارجی‌ها خودشان درست کردن. پس این خارجی‌ها باید دولت افغانستان باید مستقیم بشینن با دولت‌های حامی طالب‌ها و تروریست‌ها بگوین که اینا را شرشان از سر مردم افغانستان برداره و واقعا دولت باید بیاین حرف دیگه ای داشته باشن. این شورای صلح وقتی میتونه موثر باشه، وقتی میتونه توانمند باشه، وقتی میتونه کارایی داشته باشه، وقتی میتونه بازی وراندمان داشته باشه که باید بیاین با دولت افغانستان روبرو شون، حقایق واقعیت ها گفته شوه. از این بر بعضی کشورها میان بحث پروسه صلح دامن میزنن، از این برم طالبان را تقویت میکنن، پول میتن، امکانات میتن و اینها را تغذیه میکنن، تروریست هایی که فقط جان مردم افغانستان را میگیره. من امیدوار هستم که دولت افغانستان یک بار دیگر بیاندیشه، یک بار دیگه با تفکر، تدبر، تعقل بیان. شرایط افغانستان واقعا شرایط بسیار ناهنجار بر ما حاکم است، شکنندگی بسیار برای مردم افغانستان به وجود آمده. پس بیان همدلی و همسویی و اتحاد و وحدت و برادری را با مردم خود داشته باشه و این دولت یک دولت واقعی بسازه. سپاسگزارم آقای علم. خیلی کوتاه یک دقیقه به باور آقای جعفری که وحدت بیاید و ما به توافق برسیم، پراکندگی نباشه، و به باور آقای سالنگی و یک قسمت دیگه آقای جعفری که به تروریست ها نباید مشروعیت داده شود. آقای سلنگی هم میگه کاری شوه که از تقابل کاسته شوه و اگر تقابلی هم هست و تضاد خصومت بین کشورها هم هست ما کم آسیب ببینیم. فکر میکنم که ما بیشتر
با صحبت جناب آقای سالنگی موافق هستم که اگر یک مکانیزم وجود داشته باشه در سیاست داخلی ما که ما از دشمن تراشی ها را در سطح کلان کم بکنیم، بین کسایی که در حکومت وحدت ملی هستند، کسایی که در اپوزیسیون هستند، ما سعی بکنیم که بین و دشمن تراشی های بسیار بزرگ در سطح ملی دامن نزنیم. ما اما استکاک ضرب پذیری خود بیشتر کردیم و میتونیم که ضرباتی که بر وارد پیکر جامعه وارد سیاست افغانستان میشه او را کاهش بدیم. به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگویم که طالب ها ضعیف میشن. روز به روز طالب ها قوی شدن و بعد از این زمستان شما خواهید دید که طالب ها قوی تر میشن. اگر ما در سیاست داخلی خود سیاست منسجم تری داشته باشیم، انشالله میتونیم که در سیاست خارجی هم موفق تر باشیم. سپاسگزارم از آقایان عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر روابط بین الملل، نصرالله علم، فعال مدنی و محمد حسن جعفری، رئیس حزب رفاه ملی افغانستان. و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار. We'll be right back.